طرح احیای دریاچه ارومیه که به عنوان دستاوردی محیط زیستی در دولت روحانی مطرح شده بود، در نوبت صحن علنی مجلس برای تحقیق و تفحص قرار گرفته است. دریاچه ارومیه که یکی از وعده‌های اولیه دولت 11 بود، زندگی مردم شمال غرب وابسته به دریاچه ارومیه است. یا دریاچه ارومیه ما رها می‌کردیم و در سال 96 به طور کامل خشک می‌شد و در سال 97 زندگی رو تمام می‌کرد و همه مردم ناچار به مهاجرت می‌شدند. ستاد احیای دریاچه ارومیه 6 سال مشغول کار احیای دریاچه شد و طرح را تا میانه دولت 13 برنامه ریزی کرد. طبق هدف گذاری قرار بود سال 1401 دوره احیا و سال 1402 دوره احیای نهایی دریاچه و رسیدن به تراز اکولوژیک، یعنی سطح 1274.1 متر باشد، که با توجه به عملی نشدن آن، ستاد احیا رسیدن به این تراز را سال 1406 تعیین کرد، یعنی 4 سال دیرتر از وعده قبلی. فعلا تراز دریاچه ارومیه 1274.4 متر است که در مقایسه با سال گذشته 55 سانتی متر کاهش داشته است. هزینه این طرح تا سال آخر دولت 12 به 11,000 میلیارد تومان رسیده بود. کاری که دولت 11 و 12 راجع به محیط زیست در منطقه شمال غرب کشور انجام داد، که از کارهای بزرگ تاریخی ایرانه. ان شاء الله ما بتونیم اوائل سال آینده احیاء دریاچه ارومیه رو جشن بگیریم و برای ما بسیار مهمه. وسعت آب دریاچه نیز با 1304 کیلومتر مربع کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته و 246 کیلومتر مربع افزایش نسبت به روز نخست مهر ماه امسال به 2273 کیلومتر مربع رسیده است. حجم آب دریاچه در حال حاضر 3.2 میلیارد متر مکعب است که 1.8 میلیارد متر مکعب در طی 1 سال کمتر شده است. مسئولان محیط زیست آذربایجان غربی گفتند دریاچه در وضعیت بحرانی قرار دارد و با ادامه این روند بخش جنوبی آن از دست می رود. سال 1398 مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در گزارشی برنامه احیای دریاچه ارومیه را بررسی و در آن به مشکلاتی در فعالیت‌های ستاد احیا اشاره کرد. طبق این گزارش کار احیا در عمل با ناهمواری‌های مواجه شد که پیش از شروع برنامه نسبت به برخی از آنها شناختی وجود نداشت. از مشکلاتی که در این گزارش به آن اشاره شده میتوان به هدف گذاری نادرست و تعریف غلط از شاخص احیا، بستر نامناسب برای احیای دریاچه و بی‌توجهی ستاد به آن، نگرش نادرست به مسئله و اهداف نامناسب، عدم سازماندهی در سطوح حکمرانی، ضعف در جلب مشارکت بازیگران مختلف و ایجاد شبکه‌های مدافع احیای دریاچه، ابزارها و استراتژی‌های ضعیف و عدم تناسب با اقتضائات مسئله و یادگیری کم نسبت به خطاهای گذشته اشاره کرد. از دیگر وعده‌های ستاد احیا صرفه‌جویی 40% مصارف کشاورزی برای تامین حقابه ارومیه بود که آن هم عملیاتی نشد. تا سال 1374 به نظر می‌رسید دریاچه ارومیه با وجود بارندگی کم از دهه 1350 تقریبا شرایط مطلوب خود را حفظ کرده، اما پس از آن با افزایش تقاضا برای آب خشکسالی تشدید شد. کشاورزان برای جبران کمبود باران به برداشت آب‌های زیرزمینی روی آوردند و در چرخه‌ای مخرب گسترش کشاورزی به زمین‌های بیابانی حاشیه‌ای و طوفان‌های شن افزود. در 40 سال گذشته بخش زیادی از تاکستان‌های اطراف دریاچه ارومیه به محل کشت محصولاتی آببر مانند سیب و چغندر قند اختصاص یافت. یکی از انتقاداتی که به طرح احیا وارد شده این است که دریاچه پیش از شروع فرایند احیا از نقطه برگشت ناپذیرش عبور کرده و دیگر امکان احیای آن وجود ندارد. راضی یلک، دانشیار و رئیس پژوهشکده علوم زمین سازمان زمینشناسی، میگوید دریاچه ارومیه در حال بازگشت به زمانی است که ستاد احیا آن را تحویل گرفت. رئیس جمهوری هم گفته است که ستاد احیای دریاچه به شکل جدید فعال می شود که کار زمین مانده را از سر بگیرد.
دریاچه ارومیه بزرگترین تالاب ایران است و زمانی یکی از بزرگترین دریاچه های آبشور جهان بود، اما اکنون به حدود 1/10 گستره طبیعی خود و به اندازه 5% از حجم تاریخیش کوچکتر شده. بررسی های سازمان نقشه برداری نشان می دهد طی سالهای 1387 تا 1400 از مساحت دریاچه کاسته و بر شدت ریزگردها افزوده شده است.